اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله تیبین تاهرین خب سومین جلسه از جلساتی که قرار بود محضر شما خوبان باشیم رو به فض الهی و با توجه و انایات ولی اصر امام زمان ارواحنا له الفدا شروع میکنیم جلسه گذشته جلسات گذشته در مورد نیاز ما به نحصول بلاغا صحبت کردیم بعد قرار شد در مورد تربیت از نگاه نحصول بلاغا شروع کنیم چکیده جلسه گذشته این بود که انسان ارز کنم که کمال است و این کمال خواهی و کمال طلبی از کانال ارز کنم که تربیت درست به کمال خواهی میرسه تربیت درستم در تربیت دینی هست آسانترین ارز کنم و مؤثرترین و ساده ترین راه تربیتینی روش تربیت الگویی هستش که از طریق معرفی الگو انسان میتونه به کمال برسه و تربیت بشه البته گفتیم جلسه گذشته اشاره هم کردیم که این تربیت این الگو ممکنه الگوی خوب باشه الگوی بد باشه الگوی خوب انسان رو به سعود میرسونه به کمال میرسونه الگوی بد هم به سقوط میکشونه میرس... می انسان رو مباحث رو جلسه گذشته عرض کردیم ضرورت این بحث رو عرض کردیم روش هایی که گفتیم میشه عرض کنم با این روش الگویی روش داره اینا رو عرض کردیم این جلسه وارد بح... نهج البلاغه میشیم ببینید گفتیم سه روش هست برای سه روش تربیت الگویی هست یکی الگودهی دهی هست الگو میده امیر المؤمنین علیه السلام و هر کسی دیگر که میخواد تربیت کنه یکی الگو پردازی هست یکی هم الگو زدایی هست امیر المؤمنین علیه السلام همین سه روش رو در نهج البلاغه با فساحت و بلاغتش در اوج پرداخته است ما این جلسه در مورد الگودهی حضرت صحبت میکنیم برای اینکه وارد این بحث الگودهی بشیم وارد خطبه 160 نهج البلاغه میشیم خطبه 160 نهج البلاغه از خطبه های بسیار عمیق، دقیق، ظریف و فوق العاده تاثیرگذار و مورد توجه به تعبیر ما نهج البلاغی ها مورد توجه شراح و شارحین و مفسرین نهج البلاغه است استاد حکیممون حضرت آیت الله جوادی آموری الله من که ده پونزده سال شاگردی کردم هرچند به ظاهر شاگرد بودم شاگردی واقعیش نبودم همینجوری کلاس رو پر می کردیم ولی برحال در این چند سال ده پونزده سال شاید بیش از ده پونزده سال شاید سالی چندین بار به این خطبه از استاد اشاره کرده خیلی خطبه عجیبی هست این خطبه در سال ارز کنم سی و هفت هجری قمری امیر المؤمنین در آستانه وارد شدن به جنگ سفین حضرت در قبل از حرکت به سوی جنگ سفین حضرت که به طرف شامیان حرکت میکرد این خطبه رو ایراد فرمودن این هم خیلی عجیبه ها که حضرت چرا حضرتی که خیلی موجز و مختصر صحبت میکرد این خطبه تقریبا طولانی هست یکی از تقریبا طول... خطبه های طولانی نهج البلاغه است اونم نکتهش خیلی جالبه که چرا با به جنگ شامیان رفت این خطبه رو ایراد کرد شامی که تربیت شده ماویه بود و امثال ماویه بود فرهنگی دقیقا ضد فرهنگ علوی داشت فرهنگ ماویعی و عمری داشت با این دید حضرت این خطبه را ایراد فرمودن بعد چه بیاناتی کردن چطور وارد این خطبه شدن از کجا شروع کردن کجا ختم کردن این فساحت و بلاغت نهج بل البلاغه و امیرالمومنین علیه السلام رو میرسونه بعد از اینکه مطالب رو گفتیم فساحت و بلاغت این خطبه در اوجش برای ما مشخص میشه خب این خطبه سه تا بخش داره سه بخش داره خطبه بخش اول مثل خطبه های قالب خطبه ها خداشناسیه حدود پنج خد خط حضرت امیر علیه السلام در مورد پروردگار عالم صحبت میکنه راه های شناخت خدا صحبت میکنه بعد حضرت دو محور سعادت دو محور سعادت رو مورد بحث قرار میده میدونید دیگه دو محور سعادت انسان دو بال سعادت انسان خوف و رجا هست خوف و امید که دو ارکان و دو بال و دو محور سعادت هستند حضرت اینها رو شروع میکنه و توضیح میده بعد از این حضرت که بخش عمده خود معرفی الگو هست معرفی الگو وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام در این خطبه در این سه بحث عرض میکنم که بحث میکنه اینها چطور به هم مرتبط هستن آرام آرام مشخص شا... خواهد شد خداشناسی دو محور سعادت بعد معرفی الگو در معرفی الگو خیلی عجیبه که حضرت تنها الگو رو رسول خدا معرفی میکنه رسول خدا معرفی میکنه در اینجا بحث است اگر بخواهیم این سه بخش عمده ارز کنم که این خطبه استش اگر بخوایم ریزتر بشیم این خطبه در پنج محور در پنج محور اصلی هست بازم این پنج محور به فرعی ارز کنم تقسیم بندی بشه که در جلسه بعد انشالله بهش اشاره خواهیم کرد من خواهش میکنم دوستان و رفقا یه ذره زوم کنن در این خطبه این خطبه رو انشالله بعد از جلسه که در خدمت شما هستیم گوش دادید به این جلسه بارها بخوانید این خطبه رو تا محورهای کلی برای شما حل بشه این سه بخش داره بعد پنج محور اصلی داره این محور اصلی به محور فرعی هم تقسیم میشن که در جلسه بعد میگیم این پنج محور خیلی عجیبه یک محور اصلی از این پنج محور اصلی این محور اول حضرت میفرماید در مورد خوف و رجا خوف و رجا ترس و امید حرس و امید که دو بال سعادت انسان هستن انسان ارز کنم باید هم خوف داشته باشه هم رجا داشته باشه که امام صادق علیه السلام فرمود باید اینها عین هم باشه یه ذره امید بیشتر باشه بهتره ولی از طرفی خیلی خوف داشته باشیم از طرفی خیلی امید داشته باشیم اینا درست نیست امیر علیه السلام در این خطبه میگه میفرماید که خوف و رجا دو جوره صادق و کاذب صادق و کاذب در مورد صادق و کاذب امیر علیه السلام این نکته ظریفی رو میگه ببینید عبارتش رو من برای شما بخونم حضرت نکته اول این میفرماید میگه کسی که امید رجا امید به رحمت الهی دارد الهی دارد حتما باید الگویش پیامبر باشد شاید شما ارز کنم خدمت شما این نهج البلاغه بخونید این مطلب بود به دست نیارید این فنی هستش هر کس امید به رحمت الهی داره باید حتما پیغمبر صلوات الله علی الگوش باشه و این شد رجاء صادق و الا این میشه کاذب چطور ببینید حضرت اول جالبه که میدونید که اهل بیت کم قسم میخوردن حضرت اینجا قسم میخوره قسمش هم فوق است فرمود یدعی بزعمه انه یرج الله یه عده گمان میکنم به گمان خودشون که امید به خدا دارن کذبه و به خدای عظیم اینها دروغ میگن فرمود ما باله لا و رجاؤه فی عمله چطوره که امید اینها در عمل مشخص نمیشه فکل من رجا عرف رجا اوهو فی عمله هر کسی که امیدواره امیدش در عمل نشون داده میشه چطور؟ کشاورزی که امید داره امسال بار زیادی خدا بهش میخواد بده باغبانی که امید داره محصول درخت میوهش بیشتر میشه آیا این دست به دست هم میذاره نه کودی نه آبی نه شخمی نه ویژینی نه حرسی. همین همینجوری این کارو میکنه این که شد امید کاذب امید صادق اینه که هر چقدر که امید داشته باشه به همون اندازه اتفاقا تلاش کنه همت داشته باشه در مورد کشاورزی در مورد صنعت در مورد هر کس کسی که امید به رحمت الهی داره اون عملش حضرت با به فضای کلی که بعدا معرفی الگو میکنه حضرت میفرماید امید به رحمت الهی کسی داره باید در عمل نشون داده بشه عملش چیه عملش اینه که تأسی کنه به پیغمبر الگو پیغمبر رو قرار بده این میشه امید صادق ولی اگر پیغمبر رو الگو قرار نده قطعا امیدش کاذبه متاسفانه الان تو جامعه ما امید کاذب در اوجه البته این چیزی نیست که حضرت بهش اشاره نفرموده باشن جالبه خطبه 176 نهج البلاغه قسمت آخر این خطبه حضرت در مورد آخر زمان و مردم آخر زمان صحبت میکنه اونجا حضرت یک عبارتی داره که خیلی جالبه حضرت خطبه 156 هست. اوز میخوام خطبه 156 نهج البلاغه حضرت در اونجا یه جمله داره یتمنون رحمته و یامنون او. فرمود اینها کسانی هستند که امید عجیب به رحمت الهی دارن و از سطفه و از عذاب الهی خودشون رو میدونن میگن آقا خب حالا گناه کنیم حالا خدا میبخشه حالا خدا کریمه اینها همون امید کاذب هستن در حکمت 150 حضرت 33 تا جمله به کسی که ازش موعظه خواسته بوده حضرت سه تا جمله میگه از اینا نباش از اینا نباش از اینا نباش برعکس اون چیزهایی که از ما موعظه میخوان میگیم نماز شب بخوان نمیدونم وضوع بگیر نمیدونم چیکار بکن ما امر میکنیم ازت نه میکنه چون روانشناسان است میدونه که اینا مبتلا هستن میگه این کارو نکن یکی از اون اینجوری شروع میشه لا تکن ممن یرجل به غیر العمل فرمود از اونهایی نباش که امید به آخرت دارن بدون عمل بعد این جمله رو فرمود فرمود ولا تکم ممن یرجو یرجل آخرت به غیر العمل و از اونهایی نباش که توبه را به تأخیر میندازن به طول العمل به آرزوهای طولانی توبه رو تأخیر میندازن همین جمله اولش اشاره به امید صادق کاذب داره فرمود امید کاذب اونیه که انسان بدون اینکه عمل داشته باشه عملش نشون داده بشه به شدت به رحمت خدا امیدواره این امید کاذبی هست بنابراین وجود مقدس امیر علیه السلام در پنج محور اصلی این خطبه میفرماید امید و خوف دو جوره صادق و کاذب بعد ازت مثال میزنه میگه که در دنیا اینجوریه کسی اگر امید به بخشش یک بزرگواری داشته باشه باهاش مهربانی میکنه نرم زبانی میکنه ذره تعریفش میکنه اینجوریه دیگه وقتی هم از خوف از یک بزرگی از سلطانی داشته باشه در عملش نشون داده میشه میگه حضرت میگه تعجب میکنم این در رابطه با خدا نمیشه شما چطور در مورد بشر اینجوری هستید ولی در مورد خدا اینجوری نیستید در مورد اگر امید به رحمت خدا دارید باید عبادتش بکنید باید حواستون بیشتر جمع اگر خوف از عذاب الهی دارید باید بترسید از گناه ها خب این نکته اول هستش اما این نکته اول یک سر عجیب به نظر میرسه برای منم اولین بار که تحقیق میکردم گفتم خیلی عجیبه امید به رحمت الهی اون موقع صادق است که حتما الگو پیغمبر باشه گشتم گفتم آقا نهج البلاغه مبناش قرانه تفسیر قرانه مبین قرانه مفسر قرآن امیر علیه السلام بدون قرآن که صحبت نمیکن. گشتم گفتم یه مبنای قرآنی هم براش پیدا کنم که اینجوری هست خیلی جالب بود در جلد جلد 16 المیزان خیلی نکته جالبه جلد 16 المیزان زیل آیه 21 سوره مبارک احزاب که آیه مشهوری است لقد لکم فی رسول الله اسوتون حسنه فرمود برای شما در رسول خدا پیغمبر اسوه حسن است علامه طباطبایی ای اینجا نکته میگه که معید عرائز و برداشت حقیر هستش علامه تبایی دبا میگه منظور از اصفه یعنی همین پیروی کردن الگو قرار داده پیغمبر یعنی پیروی کردن از اون بعد علامه میگه این که فرمود لقد لکم فی رسول الله لکم فی رسول الله این رو جلو آورد برای شما در رسول خدا هست جار و مجرور رو جلو آورد علامه تبایی دبا دبا میگه این دلیل بر اینه که این همیشه بوده به طول تاریخ از گذشتهم هم آینده هم اینجوری است که دائما اینجوری نیست که پیغمبر برای اصر خودش الگو باشه یا برای ده قرم پیش الگو باشه الان الگو نباشه یا بعدا الگو نباشه اینجوری نیست علامه تبا میگه این که فرمود لکن فی رسول الله این وظیفه همیشه و ثبات رو میرسونه بعد خیلی نکته جالبی میگه بله بعد نکته خیلی هز... لقد کان لکم فی رسول الله ولی این کانه یادم رو. لقد کان لکم کانه هم دلالت بر ثبوت داره لقد کان لکم فی رسول الله اصفتون حسنه علامه دبادا میگه لکم فی رسول الله دلالت اینکه همیشه دائما الگو است بعد خیلی جالبه علامه میگه یکی از یکی از احکام رسالت حضرت الگو پذیریه یعنی نمیشه کسی پیغمبر رو به عنوان پیغمبر قبول کنه رسالت پیغمبر رو قبول کنه ولی بره از غرب الگو بگیره اصلا امکان نداره علامه دبادبایی میگه از رسالت احکام داره یکی از احکامش اینه که تو که پیغمبر رو به عنوان پیغمبر قبول کردی حتما باید ازش پیروی کنی حتما باید از از الگو بپذیری حتما اون رو در همه ابعاد زندگیت الگو برد. خیلی ها به تعبیر استاد زنال حکیم مطلع جوادی و آموری ما اسلامی حرف میزنیم ولی غربی عمل میکنیم به این مضمون از دوست عبارتی دارن یا ما اسلامی حرف میزنیم ولی گارونوی فکر میکنیم که گارون میگفت من این رو با علم خودم این ثروت رو به دست آوردم خیلی از ماها خیلی جالبه اسلامی حرف میزنیم ولی دیگران رو ارگو قرار میدیم این نکته اوله بس گره هم داره که با قرآن کریم گره داره نکته اول اینه نکته دوم نکته دوم اینه که وجود مقدس امیر علیه السلام بعد از این که جلوه های تأسی بعد از بیان جلوه های تأسی که در جلسه بعد بهش اشاره خواهیم کردیم مهورای ریز این خطبه است جلوه های تأسی رو جلسه بعد عرض میکنیم بعد از بیان جلوه های تأثی که چه جلوه هایی باید از حضرت تأثی بگیریم بعد از اون در آخر خطبه در آخر خطبه حضرت یه جمله ای داره بسیار تکان دهنده بسیار تکان دهنده این جمله اینه من از عبارت میخونم برای شما فرمود بعد از اینکه اثبات کرد که ما باید خوف و رجامون صادق باشه و حتما باید پیغمبر رو رو برگار بودیم چون احکام رسالتش اینه بعد حضرت فرمود فتعسی متعسن به نبیهی وقتف اثره و ولج مولجه و الا فلا یعمن الحلکته چقدر جالبه در بعضی از نسخه ها امره ولی این نسخه امر نیست ولی چون بعدش الا اومده و الا این که الا اومده دلالت بر امر و حسر میکنه حضرت میفرماید حتما اون کسی که میخواد کسی رو الگو قرار بده که گفتیم الگو فطرانیه الگو روانش همه الگو دارن حتما باید پیغمبر الگو قرار بده و الا فلا یامن الهلکته و الا اصلا ایمن از هلاکت نیست محال کسی پیغمبر رو قبول داشته باشه مسلمان باشه بعد الگو کسی دیگه قبول کنه محاله این کس به زمین نخوره قطعا به زمین میخوره چرا؟ چون جلسه گذشته عرض کردیم گفتیم الگو اول از یک بوده آرام آرام نیاز عاطفی بهش پیدا میکنه گره میخوره فقط قرار بود از فوتبالش الگو بگیره فقط قرار بود از نحوه غذا پختن غربی مثلا یاد بگیره ولی آرام آرام لباسش پوششش نگاهش رنگ موش و حرف زدنش نحوه برخوردش همه رو الگو میگیره آرام آرام در همه جلوه ها الگو میگیره آرام آرام اونو به حلاکت میرسونه خب اینجا باز خیلی نکته قابل تعملی حضرت فرموده اون نکته هم اینه که انسان از این جمله یه چیز شبهات مانندی به ذهنش میرسه میگه آقا چطوره به ما گفتن اهل بیت دیگه هم خودشون رو الگو معرفی کردن چطور فقط پیغمبر رو هم در نکته اول پیغمبر رو فقط الگو معرفی کرد با طبق بیانی که ما داشتیم هم در اینجا دیگه سراحت داشت فتعص متعصن به نبیهی وقت است و ولج مولجه و الا فلا یعمل الهلکه دیگه سراحت گفت فقط پیغمبر خب اینجا چطوره؟ آیا حضرت زهرا سلام الله علیها الگو نیست امام زمان الگو نیست امام حسین الگو نیست خب قران که خیلی رو الگو معرفی کرده ببینید من حضرت یوسف رو خدا الگو و قهرمان و مقاومت در مقابل شهوت معرفی کرده الگو اونایی که میخوان در مقابل شهوت بیستن حضرت یوسف حضرت اسماعیل رو نماد و الگوی تسلیم در برابر فرمان خدا که ایام عرض کنم که عید قربان نزدیک تسلیم شد گفت پدر هر چی که خدا به دستور داده اون اطاعت کن و اون رو من تسلیم هستم و انشالله صبر میکنم حضرت ابراهیم رو الگوی فطرتجویی و عادت و بودشکنی معرفی کرد حضرت نوح رو خدا الگوی پایداری و استقامت در تبلیغ دین 950 سال تبلیغ کرد و خسته نشد حضرت ایوب رو الگو و قهرمان صبر و تحمل مشکلات در شداید روزگار معرفی کرده حضرت داوود جوان رو الگو و نمونه شهامت و شجاعت در مقابل با تواقیت عالم اون زمان معرفی کرده جوانان کهف رو اسوه مهاجرت در راه خدا و برای رشد و سعادت خودشون از پست و مقام و دنیا گریختن و به کف بنا اینا الگو هستن دیگه چطور شده یک ذهن انسان شبه میاد چطور فقط امیر المومنین پیغمبر الگو معرفی کرده جوابش اینه که همه الگوهایی که قرآن معرفی کرده همه الگوهایی که خود اهل بیت معرفی کردن حضرت علی اکبر بره جوان ها حضرت سکینه برای دختر خانمها الگوی حضرت زهرا برای کل عالم الگوی خود امام زمان فرمود حضرت عرض کنم زهرا الگوی من امام زمان همه الگوهایی که قرآن و اهل بیت معرفی کردند از جلوات تام رسول اکرم هستند یعنی نماد کلی الگوی عالم در عوالم رسول خدا هستش اینم عظمت رسول خدا هست این عظمت نکات خیلی ظریفی در اینجا هست که یه فرصت نیست من بپردازم این نماد الگوی کاملی که هیچ شبهی درش نیست آینه به تمام معنای خدا هست رسول خدا هستش همه دیگران جلواتی از جلوه های حضرت هستن حضرت یوسف یک جلوه پاکتوانی حضرت پیغمبر رو داشت حضرت داوود همچنین حضرت اسماعیل همچنین اونهایی که آینه به تمام هستند، اهل بیت هستند. اگر فرمود امام زمان حضرت زهرا برای من الگو هست، چون حضرت زهرا جگر پاره پیغمبره امیر المومنین نفس پیغمبر آیه مباهله میفرماید. اهل بیت هم این پیغمبر هستن بنابراین اون شالوده اصلی الگو رو ما باید امثال پیغمبر ببینیم اگر یه ذره اینور اونور بشه کسی دیگه اگر در عصر حاضرم حالا میرسیم بهش در اساسا حاضر چطور الگو برداری کنیم اونها هم باید نگاه کنیم که در اصول کلی از پیغمبر الگو گرفتن و الگو استشون پیغمبر لذا شما میبینید در سوره که انعام سوره انعام آیه 83 تا 90 خداوند 5 6 تا پیغمبر رو میشماره بعد آخرش میگه اینها کسانی هستند که خدا اینا رو هدایت کرده ف به هم اقتده پس به هدایت اینها اقتدا کن اینها نه فرموده به خودشون اقتداش کن به هدایتی که اینها داشتن یا در مورد حضرت ابراهیم در سوره ممتن آیه چهار حضرت ابراهیم رو فرمود قد کانت لکم اسوتون حسنه فی ابراهیم و معه معهو در ابراهیم الگو است ولی کی از قالوا لقوم هم انا برعا و منکم و من ما تعبدون من دون الله کفر نابکم در کی حضرت ابراهیم از بود اینکه بود شکن تاریخه از بود اینکه در مقابل تواقع استاد و از عادت گریزان بود و اینها بنابراین نکته دوم حل میشه دیگه الگوی اصلی پیغمبره آینه به تمام ما خدا هر کسی میخوایم در عصر حاضرم یک هنربیشه ای رو برای هنربیشه ها کسی رو الگو قرار بدیم ببینیم بیاد چقدر این تأثیب پیغمبر داره اون ابعادش در اوج بود میشه بهش الگو, قره. الگو گرفت البته الگوی اصلی پیغمبره هر ج... انسان باید اون گله رو بگیره یه دفعه اگه اینو بگیره آرام آرام از روانشناسی مبتلا به اون چیزهایی که در همه چیز الگو میگیره مبتلا به اون میشه خب این نکته دوم نکته سوم خیلی نکته جالبی هست حضرت در وسط خطبه میفرماید احب بو احب بل عباده. الله محبوب ترین بندگان به سوی خدا المتعصی المتعصی به نبیه و فرمود محبوب ترین افراد خیلی جالبه دی. خدا محبوب ها رو در قرآن معرفی کرده ان الله يحب التوابين متحرين و و خیلی ها معرفی کرده اما محبوب ترین کیه امیرالمومنین معرفی کرده محبوب ترین بندگان به سوی خدا کیا هستن که پیغمبر رو الگو قرار میدن یه سوال به وجود میاد در همین نهج البلاغه در خطبه 87 حضرت یه کسی دیگری رو محبوب معرفی کرده حضرت فرموده که در همین خطبه 87 فرموده من احب بل من احب به عباد الله الی ابدا اعانه الله على نفسه از محبوب ترین افراد پیش خدا اونایی هستن که با نفسشون به سر جنگ میان با نفسشون به مقابله میپردازن چرا اینا منافات نداره؟ نه منافات نداره چون متعصی شدن به پیغمبر مبارزه با نفس میطلبه. مگه میشه کسی نفس خودش رو به اجرا بذاره بعد به پیغمبرم تعصی کنه نفسش یه سبک زندگی دیگه ای میخواد نفسش یک نگاه دیگه ای میخواد نفسش یک بیان دیگه ای میخواد نفسش یک سبک ازدواج خاص خودش داره ولی پیغمبر یک روش دیگه داره چون مخالفت با نفس عرض کنم میخواد این رو حضرت فرمود که از محبوب ترینه خب این نکته سوم نکته چهارم نکته چهارم فرمود متعصی ترین. متعصی ترین به پیامبر صلوات الله علیه حضرت فرمود منم حضرت فرمود متعصی ترین کسی که به پیغمبر تأثی کرده من امیر المومنینم در همه ابعاد الگوی من امیر المومنین پیغمبر اکرمه بعضیا فکر نکنن که مثلا امیر المومنین بالاتر از پیغمبر بود نه هر کسی در جای خودش باید بحث بشه اشرف مخلوقات عالم رسول خداست بعد از رسول خدا هیچ کسی به اهل بیت نمیرسه در اوجش امیر المومنین علیه السلام. این نکته چهارم بعد نکته پنجم که خیلی جالبه آخرین خط این خطبه هست حضرت یک جمله میفرمایند حضرت میفرمایند نتیجری از الگوی پیغمبر میفرمایند که خب اینم خیلی جالب اینم روانشناسی و جامعه شناسی همه روزگار رو حضرت کرده میگه آقا شما اگه در زمان آخر و زمان میشه پیغمبر رو الگو قرار داد چون یکی از شبهاتی که میکنم میگه آقا اینا چارده قر فاصله داشتن چطور میشه الگو قرار داد در البته در مورد الگو جلسه گذاشته ذره اشاره کردیم یه مشکلات فنی در مورد معرفی الگو ما طلبه ها یا امثال ماها از کمکاری کردیم آسیب هایی رو جلسه گذشته کردیم یکی اینکه ابزار و هنری رو استفاده نمی کنیم اونا غربی ها در معرف الگو ابزار و هنری رو در اوجش استفاده میکنن ما استفاده نمی‌کنیم. در حالی که میشه فیلم ها در سایت ها در شبکه‌ها، با ابزار و هنری میشه الگوها رو خیلی راحت معرفی کرد دوم اینکه دومین آسیب اینه که ما فرا انسانی معرفی میکنیم میگیم پیغمبر معراجش اینجوری بود نمیدونم نمازش حضرت جالبه اینها رو دقت داره تو همه بسیار ریز یا مثلا ارز کنم ملموسش نمی کنیم یه چیز کلی میگیم حضرت هم ابزار هنری شد میگم چطوری حضرت استفاده کرده چطور ملموسش کرده این الگو رو خیلی ریز شده ملموسش کرده یه چیزی تئوری خاص اینا نگفته ملموس کرده و چطور فرا انسانیش نگرده گفته شما همه تو میتونید به پیغمبر به راحتی ازش الگو بپذیرید بعد یکی از چیزهایی هم که بازم هستش اینه که انسان فکر میکنه که مخصوصا تو این آخر مگه میشه به پیغمبر الگو قرار داد پیغمبر جدا از اینکه انسان کامل بود و اینا اینا چارده فاصله داریم جوابش اینه که اشاره کردیم جلسه اول فرماشات اهل بیت فرازمانی و مکانی هستند منشأ فطرانی دارند بله در بعضی از چیزها که مثلا پیغمبر سوار بر اس میشد سوار بر چهارپا میشد بله الان نمیشه نه اصول جزئی نه در کلیات میشه اصولی که مربوط به ارزش های انسانی ادب اینجوری نیست که عرض کنم که کهنه بشه عدل اون موقع هم خوب بود الان هم خوبه ظلم اون موقع بد بود الان هم بده در اصول کلی و ثابتی که مربوط به انسانه به راحتی از اهل بیت میشه الگو گرفت جدا از اینکه همه فرماشتات اهل بیت منشه فطرانی و وحیانی داره و غیبی داره غیب که کهنه نمیشه بعد حضرت آخرین جمله برای اینکه دلگرم میکنه و گرس کنه ماها رو و بهانه رو بذاره کنار میگه که خیلی ها به شما مطلک میندازن که چرا الگو قرب و اینها رو به روز بودن اینا رو مثلا فراموش کردید الگو رو پیغمبر قرار دادید حضرت فرمود فَإِنَّ الصباح یحمد قَوْمُ سرا فعند الصباح فَإِنَّ یحمد قوم سرا این ترجمه ارز کنم خدمت شما به روز فارسیش اینه میگن آقا جوجه رو آخر پاییز میشماره خیلی جالب حضرت فرمود صبحگاه این ضرب مثلا معروف بین عربه میگه صبحگاهان اون گومی که شبانه راه افتاده بود رو حمل میکنن شبانه راه افتاده با گله و با خدم و حشم صبح که همه رو به باد اون به درد نمیخوره اگه صبح همه رو به سالم مقصد رسون اون مهمه حضرت فرمود این متلک ها رو بشنوید اگر الگو قرار دادید ما اهل بیت رو ولی نگاه نکنید به ناز و پوز و ویترین دیگران آخر پاییز جوزی رو میبینم قیامتی که معلوم میشه نه قیامت تو همین دنیا آرامشی که متاسی به پیغمبر در زندگیش داره ابدا کسی دیگه نداره حالا جزئیاتش رو انشالله در جلسه بعد میپردازیم چکیده جلسه اینه که انسان کمالخواه باید تربیت بشه تا به کمال برسه تربیت هم انوا داره تربیت دینی بهترین آسانترین و موثرترینه و در بین تربیت این روش الگو... تربیت الگویی است تربیت الگویی امیر المؤمنین علیه السلام وجود مقدسش در خطبه 160 مفصل پرداخته حالا چرا امیر المؤمنین علیه السلام در سال 37 وقتی به شام میرفت این خطبه رو فرمود علتش هم مشخص میشه در جلسه بعد ممتا اشاره میکنم چون شام تربیت الگوییش کسی دیگری بود ماویه بود حضرت فرمود مواظب باشید رفتید اونجا ساختمان های اونجا رو دیدید لباس های پوز اونا رو دیدید خیلی بروزه اینه که نهج البلاغه بروزه اینه که نه وقتی رفتید قرب ساختمان ها ویترین های خوشگل اونا لبخنده های رو دیدید فعند سباه یحمد قوم السرا مواظب باشید الگوتون رو حواستون باشه و سلام علیکم و رحمت الله